سلام و مجدد عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز. قسمت دوم برنامه طبق روال همیشه به این صورت هستش که ما یه مهمان عزیزی داریم که دعوت کردیم. این مهمان عزیزمون به سلیقه مدیریت تلویزیون امید ایران آقای نادر رفیعی انتخاب میشه و این فرصت رو به من میدن که من بتونم با ایشون مصاحبه داشته باشم. یه توضیح مختصر بهتون بدم که اگر که شما تو کار ریال استیت و خرید و فروش خونه فعالیت داشته باشید، میدونید که این کار به صورت حاشیه های فراوانی داره و یکی از این حاشیه ها هزینه هایی هستش که ایجنت ها باید پرداخت بکنن برای بنرشون، برای ساینشون، برای فلایرشون و هزینه های جانبی که برای لیستینگشون باید پرداخت بکنن. ولی امشب مهمان برنامه ما هستش که از پرینت شاپ شروع کرد و سالها در بیزنس پرینت شاپ بودن و خیلی بیزنس موفقی داشتن و در کنار اون به صورت کار پروفشنال و بروکر اومدن شروع کردن به فعالیت کردن. مهمان برنامه ما امشب آقای علی جواهری هستن. خیلی خوش اومدید آقای خسروی. معذرت میخوام. خیلی خوش اومدید آقای خسروی. من معذرت میخوام، من نوتمو یه خود بیشتر نگاه میکردم. در هر حال خوشحالم که امشب تشریف آوردید. بفرمایید که چی شد که در کنار کار پرینت شاپ که سالهای سال من میدونم که تو این زمینه شما مهارت دارید، تجربه دارید و مدرن‌ترین دستگاه ها رو دارید، چطوری شده در کنار کار پرینت شاپ شروع کردید به کار ریال استیت؟ از البته من چندین سال در ریال استیت هستم، ولی چون لابراتوار دارم و پرینت شاپ دارم، برای کمپانی های ریال استیت خیلی ساینش می ساختم، بنر رو دیگه، بیزینس کار، فلایرز، این چیزها، و در ضمن کمک زیادی می کردم برای وبسایتشون و اینترنت. اونجا فهمیدم که اینجا یکم اشکال هستش. کمپانی های مثل کلر ویلیام یا کوربه بانکر، اینا خودشون این کارا رو انجام نمیدن، مجبورن برن این کمپانی دیساین و اونا با قیمت های خیلی زیاد، هزینه های سنگین، سلز ایجنت ها رو چارج میکنن و واقعا مشکل خیلی هاشون. حتی یه خونه ای که در میخوام بسیم برای 5000 دلار حداقل خرج داری اگه بتونم بفروشم، اگه نتونم 5000 دلار اجور شدن بیز رو چند ماه هم از وقتشون طلب شد. ولی به این تصمیم گرفتیم که من خودم بروکر باشم و لایسنس بروکری رو گرفتم، به زودی هم بروکر لون خواهم شد. ایجنت هایی که با من کار بکنن چند درصد بیشتر ازشون چارج نمی کنم، وقتی که فروختن چاپ میدم و تمام مخارجی که برای پروموشن و پراپرتی داشته هستش لابراتوار ما پشتوانش میشه و برایشون مجانا در اختیارشون میذارم و اون کمیشنی که در آخر ازشون میگیریم میتونه پی آف بکنه، مگر نه هیچ گونه پول از جیبشون نمیذارم. میتونم بیام با کمپانی ما لیسینگ بکنم و در ضمن کمک میکنیم بهشون، پراپرتی میدیم که بتونن حتی بفروشن. و این لابراتوری که از مجسمه لابراتوری در سطح دنیاست و از چه لحاظ مجهز هست؟ دستگاه‌های فوق مدرن داریم که سال هاست که در بلیز. مثلا با اون دستگاه ها شما چی تولید میکنید؟ میتونیم بنویس عریض‌ترین دستگاه دنیا داریم که بنرهای رو میتونیم بسید بنرهای عریض سپرپیز برای هالیوود کار انجام میدیم. در ضمن دستگاه‌های چاپ و عکاسی داریم که اینا میتونیم آلبوم‌های رو درست کنیم که استثنایی که الان میخوام آفر بدیم به تمام ملت ایران، دوستان هم که بتونن جشن هاشون رو صورت هالیوود استایلش کنن. رد کارپت منظورتون از هالیوود استایل چی هستش؟ مثلا رد کارپت بذارن، استپ رپید میذاریم و قیمت خیلی کم، به اضافه آلبوم شنم مجانی بهشون بدیم. یعنی شما خودتون فوتوگرافر میفرستید که از اون مراسم عکس برداری بکنن یا فوتوگرافر میاد ولی عکس ها رو شما چاپ میکنید؟ فوتوگرافر میفرستیم اونجا، دو سه تا چند تا فوتوگرافر ما کار میکنن، بهترینشون انتخاب میکنیم بهشون میفرستیم و چاپ میکنن. کاری که ما انجام میدیم فوتوگرافر نمیتونه انجام بده، چون فوتوگرافر بیاد لابراتوار ما 2000 دلار بده فقط آلبوم ساخته بشه، و این کار ما خودمون در داخل سیستم میکنیم، داشته میتونیم به کلاینتامون این آلبوم ها رو در اختیارشون بذاریم، جشناش رو با شکوه بکنیم. پس این در حقیقت کاری که شما میتونید برای جشن ها و مراسم انجام بدید و روی سخنتون با ایرانی ها هستش اینه که برای اون
میتونید مراسمشون رو خیلی با شکوه انجام بدید و چند تا عکاس دارید، عکاساتون رو میفرستید و عکاساتون عکاسی میکنن و در نهایت کار چاپ رو انجام میدید، برای یعنی آلبوم میدید به کلاینتتون با یه هزینه خیلی کم. بله اگه مریم خواهر بفهمیم ویدیویی که از لابراتوار هستش پخش بشه، بدونن که بتونن ببینن که چگونه واقعا تکنولوژی ما انجام میشه، خیلی بهتر میتونن تصمیم بگیرن که با ما تماس بگیرن و ما بتونیم سرویس بدیم برایشون. آکه ویدیو در نشون میدن. بیشتر کارهایی که ما میکنیم در هالیوود خیلی پیشرفته هستیم، میتونیم و تمام این کسایی که در اونجا ما براشون پورتفولیو میسازیم در تمام نقاط دنیا و شرکت تلویزیون ها و سینما و انترتینمنت میرن اونجا و این کاراشون رو انجام میدیم. اینجا مغازه‌ای که در خیابان المپیک تو بیولی هیلز بودش، 5000 اسکوئر فیت بود که یکی از مدرن‌ترین لابراتوار در ساعت اونجاست. اینجا مردم میان سانده ها که بچه هاشون رو می آوردن که برای انتروداکشن برای سینما داشته باشم. ما از اینجا بچه ها رو شروع می کردیم که بتونن وارد سینما باشن و هنرمندهای خیلی زیادی رو ما معرفی کردیم به هالیوود و این دستگاه هایی که می بینید پوستر های فوق مدرن ساخته میشه و یکی از سریع ترین دستگاه های در چاپ دنیا است. این دستگاه هایی که می بینید حد 100% اوتوماتیکه، هر کسی در هر نقطه دنیا میتونه وارد سیستم ما بشه و اکثر اینجا براشون چاپ میکنیم، میتونیم براشون بفرستیم. در ضمن تمام بنرام اینا رو از طریق آمازون هم فروش میشه که ما مرتب هر روز فروش آمازون داریم. به چه صورت هستش از طریق آمازون؟ رایدرهای ریال استیت رو آمازون میذاریم، یه دلار کمتر قیمت چین گذاشتیم و مرتب هر روز کلاینت داریم. یعنی از آمازون میشه برای شما اوردر داد و شما چاپ میکنید و دلیور میکنید؟ بله، آمازون شما فقط کافیه که بزن ریال استیت ساینس، وبسایت ما میاد بالا، یعنی پرادکت های ما میاد بالا و میتونه همونجا از آمازون میخرن و آمازون هم برای ما ایمیل میکنه، ما برای کلاینتمون شیپ میکنیم و هر روز هم این کار انجام میدیم. فرمودید به صورت اینترنشنال میتونید اردر بگیرید، اردرهای اینترنشنال به چه صورت هستش؟ دیگه چون سیستم نتورکی داریم، دستگاهی که از آلبوم سازی میکنه، که از دستگاهی که در ایتالیا است، خیلی خیلی واقعا های تکنولوژی. این پوستر ها رو میبینیم یه اصلی دستگاه لایجست ساخته شده که چند تا بیشتر در امریکا وجود نداره. این بکتراب ها رو که میبینیم رو میسازیم برای فیلم های سینمایی آقای این هالیوود خیلی مثلا همین جشن آقای تلویزیون امید ایران اگه نگاه بکنید تمام بنایراشون و پاستروکتراشون رو من برش درست کردم. در نتیجه آلبوم هایی که ما ساب میسازیم و در جشن ها شما دیدیم کاملا مجانی است، هیچ گونه خرجی برایش نداره، فقط اون کاستی که میدونیم که فوتوگرافی نمی کنیم. ما میخواییم که هر ایرانی آلبوم بسیار زیبانی داشته باشه، میتونیم دو تا سه تا چهار تا اوردر بریم به خانوادتون و این اکس ها با وسیله سال های سال میمونه و نسل بعدیتون این عکس‌ها رو خواهند دید. و برای اوردر دادن حتما لازم نیستش که تشریف برن به مغازه شما، میتونن که برای شما ایمیل بکنن، آنلاین اوردرشون رو بدن، شما چاپ بکنید و براشون بفرستید. بله بله، همه چیز نتورکینگ، میتونن بیان اونجا، ولی خب نتورکینگ وبسایت همین رو ساده تر کرده. ما وقتی دیزاین میکنیم، این پسر من هستش جانز هاپکینز، وقتی هستش شده که الان جراح روباتیک در اینجا و یکی از شخصیت های بزرگ در جراحی هستش الان و یکی از افتخارات منه که بله همینطوره. بله، در نتیجه این تکنولوژی باعث میشه که بتونیم ما ریال استیت گرو بده رشدش بدیم. ایجنت هایی که با ما کار بکنن قشنگ میتونن تمام این فلایرشون و پوستکارشون و پوسترهاشون و حتی اوپن هاوساشون رو میتونیم به صورت هالیوود استایلش کنیم، رفت کارپل میکنیم که مردم میان اونجا میکنن و این اونجا شامپاین میذارن یا شیلی چیزی با میتونی خود فرق میکنه با اوپن هاوس های دیگه. در نتیجه میتونه راحت‌تر سلز رو انجام بده. این آلبوم هایی که میگن الان اینا هستش که الان میگه بکنید خیلی ساختیم، مثال ها مرتب این آلبوم ها رو میسازیم و
یکی از شاهکارهای این تشکیلاتی که من دارم اونجا. پس دو تا آپشن دارن، یا میتونن که خودشون عکس رو داشته باشن یا طرح رو داشته باشن و بدن که به شما، شما صرفا چاپ بکنید، یا اینکه میتونن که از عکاسای شما استفاده بکنن و صرفا فقط هزینه عکاس رو بدن. بله، در عکاس و فیلم برداری همین کاراشون میکنه. شما کار فیلم برداری هم انجام میدید؟ بله، فیلم برداری ویدیو کارم انجام میدید. سالا داریم ویدیوگرافرهای خیلی خوب داریم که اینا میتونن کارا رو واسه ما انجام بدن، ادیتینگ انجام میدیم و جشن رو با شکوه بگو ساین درست کنیم. الان یک کاری که ما در ریلستیت انجام میدیم که دیگران این کار نمیکنن، به خاطر اینکه من خودم وبسایت میسازم، وبسایت ساز هستم، فیلم لوکیشن دارم در وبسایتمون. مردم میتونه خونه هاشونه، مغازه شونه، زمینشونه، هر چی از به ما اساین بکنن، ما این معرفی میکنیم به هالیوود. اونایی که فیلم سازایی که دوست دارن لوکیشن برای ویدیوشون یا اینکه موزیک ویدیو هر چی میخوام، من پراپرتی اختیارش میذارم. قیمت های خیلی خوب، روز 2-3 هزار و بعضی تا 10 هزار دلار هم در روز اجاره میکنن یه فیلم سینمایی اونجا. و انشور شده 100%، خیالتون راحتی که هیچ گونه اتفاق نیفته. اگه دمیج هم به اون پراپرتی انجام میشه، خود انشورنس رو پرداخت میکنه. پس یک کار دیگه ای که پس مردم تون به شما مراجعه بکنن این هستش که اگر که منزلی دارید که فکر میکنید که مناسب هستش برای لوکیشن فیلم برداری یا برای ساختن کلیپ یا حتی مغازتون، میتونید به وبسایت آقای خسروی مراجعه بکنید و اونجا اطلاعات ملکتون رو بذارید و آقای خسروی میتونن ایجنت شما بشن، رابطه شما بشن با هالیوود و یا با کسانی که قصدن حالا تو بیزنس ایرانی یا بیزنس آمریکایی میخوان کلیپ درست بکنن، فیلم درست بکنن، سریال درست بکنن، بیان از لوکیشن شما استفاده بکنن. حالا من اگر وبسایت من نشون بدم، میتونم اینجا پراپرتی هاست که ما لیستینگ داریم، ولی دوست دارم که پراپرتی هایی که مربوط به فیلم سازی هستش اون بخش رو نشون بده. اینجا ببینید الان زمین های خیلی خوبی هستش برای چند تا فیلم ویدیو سی دی ساخته شده، تو پاندل هست، راحتی میتونم اینجا با قیمت بسیار کم نازل برای این اجاره بکنم و فیلم سازیش رو انجام بدم. و چند تا ویدیو که من دیدم که آقای پرویز اینو ساختن در همین منطقه انجام شده و پراپرتی خودشون هم میتونم به من بدم، من توی وبسایت میذارم، پرودوسرها و دایرکتورها میتونم بیان توی وبسایتمون و این از لوکیشن ها رو انتخاب بکنم و اساینش بکنیم برای فیلم برداری. و یه خوبی داره خونه شما، وقتی که فیلم برداری میشه خونه سلبریتی میشه، اصولا 20-30% قیمت خونه میاد بالا چون سلبریتی شده. بله، این فیلم سازی شده در اونجا، اگه فلان فیلم اونجا ساخته شده، اتوماتیک 20% میره بالا. و خونه هایی که گیتد هستش، گیتد کامیونیتی هستش، اون خونه هم میتونن که اساین بکنن. بله، هر خونه هر چیزی، اگر مثلا کامیونیتی هست، حتی هوم اسوسییشن پرمیت میگیریم و تمام اینا رو پرمیتش از خودشون میدن، از سیتی میگیرن، اون کارا رو انجام میدن. اگه کسی که هوم اسوسییشن داشته باشه، خونه تنهایی داشته باشه، یارد داشته باشه، هر چیزی که فکر کنید در سینما به کار داده میشه. چون سینما جزئی از زندگی ما، یک نماینده زندگی ما و به هر سنی در هر شکلی احتیاج هست. پس هیچ محدودیتی نیستش که حالا یه هاوس بزرگ باشه یا مثلا توی گیتد کامیونیتی باشه یا یه کاندو باشه، همه میتونن بیان اساین بکنن. بله، مثلا یه خونه توی نزدیکای سان دیگو نورد، سان دیگو پالمسوی سیاه آتش گرفته، صورت آتش واقعا سخته و یه لوکیشن بسیار خیلی خوبی شد برای فیلم برداری و اون از اون ساختمانی که سوخته هسته یه فیلم سینمایی صحنه‌های بسیار زیبایی از اون ساخته شد. چه شده؟ یعنی احتیاج هست این ساختمانی که آتش گرفته، مثلا کسی سوخته چون اینا رو قشنگ میتونن نشون بدن. کسی سوخته که نگیره، کسی سوخته که نگیره،
یا سوتی میدیم اول خودمون بیمارستان در مورد بیمارستان آمبولانس میاد اینا ولی خب بود لوکیشن باشه که این کارا بشه بله در نتیجه یعنی حتی اون خونه ای که سوختش داره هیچ که فکر نمی کنم ارزش داره اون آقای فیلمساز کلی فیلمسازی کرد رو شینا بنابراین پس مردم ملک خودشون رو دست کم نگیرن به هر حال ضرری نمی کنن بیان بذارن تو این وبسایت و ببینن که نتیجه چی میشه به هر حال ضرری نیستش به غیر از اینکه شانس خودتون رو امتحان بکنید مثل یک لاتاری میمونه من در یه اینکام خیلی خوبی برای خونه میشه به اضافه اینکه ارزش خونه میاد بالا همین که یه دریافت یه تقریبا فکر کنم واسه دو روز بتونن لون یک ماهش رو در بیارن آره دیگه یه روز بفروشیدش نوازه خود من رو دو بار اجاره کردم برای اینجا آمدن فیلم سازی کردن و خیلی پول خیلی خوبی دادن یه کوی بزرگی آمد اینجا و تمام کار رو انجام چون میخواست عکاسی بکنم اینجا پس رو فوتو بگیرن و قشنگ دستگاه رو نشون دادن این شکل قابل ایسی دادن و اگر که خسارتی به ملک بزنن اینشونس هستن و خیلی خوب پول میدن خیلی هم مواظب هستن چون کارشون این هستش مواظب که مواد دمیج بشه اگر هم شد اینشونس هستش و کاور میکنم براتون و خود ساب ملک میتونه روزی که دارن فیلم برداری میکنن توی ملک حضور داشته باشه بله میتونم اونجا کنار بستن تماشا بکنن اینا و شاید مثلا خواستن ساب ملک بره یه بازی هم بکنه بخواد اکسترا باشه و تو اینجا باید باید اون باید سیستم میسینگ با دوشو یونیون میشه و این چیزها هست ولی خب میتونه از هایی که چرا نه بسیاری داره پرودوسر و دیرکتر شاید بتون همونجا با من اکسترا ازش استفاده بکنه یه پرو خوبی میدن یا همون سیاهی لشگر باره همونجا پرو خوبی بهشون میدن حتی اگر روز 500 دلار بهشون میدن از آدار میدن که فقط سیاهی لشگر هستن چرا که نه باید اصولا استریسی شو و اینشونست اینجا اینوالو میشه و یونیون اینوالو میشه مسئله نیست باید همیشه شانسی رو میتونیم امتحان کنم شما تمرکزتون توی ریال استیت روی مسکونی هستش و تجاری ما هر دوزاش کار میکنیم هم کامرشال هستیم هم رزیدنشال ولی بیشتر روی اینوستمنت هستیم روی لند کار میکنیم و من تخصصم در آکشن هستش هر راج و لندها خونه های آکشن میخرم برای دوستان آشنا و واقعا مثلا همین چند وقت پیش یک خونه در کلویسیری خریدم برای یکی از دوستان تو آکشن و یه میلیون 200,000 دلار همونجا 202,000,000 دلار بهشون آفر دادم یعنی اون خونه اگه ساخته بشه اینا زیر متر جزیستون اینترتینمنته میشه 3,000,000 دلار ارزشی که بهشون با 1,200,000 تو آکشن خریدم من برایشون خریدم الان مارکت به چه صورت هستش؟ مارکت سلر مارکت اور بایر مارکت؟ الان اصولا سلر مارکته چون بایه کمتر داریم چون بانک ها نمیشه ولی کمتر لون میدن و بیشتر الان گرایش تمام دنیا الان به طرف آپارتمانه خونه ها رو دارن یکی یکی خراب میکنن تبدیلش میکنه به آپارتمان برای که جا نیست آب نیستش برق نیستش خیابون کشی میخواد خیلی چیزا در اینچه مجبورن که شهرداری ها تمرکز بدن افراد یک منطقه که اونجا رو بتونه سرویس بدن ولی اگه تعداد خونه ها زیاد باشه باید چیه مساحت زیاد رو کاور بکنه و این مشکل پیش هم من الان تو خود ببلهیز مرتب خونه ها رو دارن خراب میکنن 4-5 داره تبدیلش میگن آپارتمان بلدینگ به خاطر اینکه واقعا جا نیست دیگر و سیسی هم نمیتونه تامین بکنه آب و برق و تلفنشون رو درست و آینده متعلق مونه در کل و ولی مارکت مارکت سلر هستش یعنی باید دید که آقای ترامپ ها چکار بکنه همین راجع به این مسئله تکسی که آقای ترامپ مطرح کردن چی فکر میکنی؟ فعلا که الان ما ایزی کوالیفیکیشن نداریم مثل زمان بوش ایزی کوالیفیکیشن بود شما راحت میتونستید توی بانک بریم خونیم ولی الان در از آقای اوباما ایزی کوالیفیکیشن از بین رفت در نتیجه یه مقدار خیلی مشکلی مردم بتونن بخرن باید حتما پول خوب داشته باشن یا تنتریوان کار کنن یا پول از خارج بیارن که بتونن خونه بخرن و براحتی قیمت هم اینقدر بالا هستش که کار هر کس هر کس نیست اینه که خیلی مشکل میشه. و
مسئله تکس هم هستش که الان آقای ترامپ دارن تغییراتی به وجود میارن. بله تکس هستش و بعد کارهایی که متریال چقدر گرون شد. الان شما هوم دیپو استاکش دارید روز هر روز میره بالا. هوم دیپو روز شما اگه اسوارد دنیا استاک باشه که من خودم هستم اینا، هوم دیپو و روز بهترین استاک روز شده. چرا؟ برای که مردم احتیاج دارن که بران متریال بخوام خونه هاشون رو به اصلاح تعمیر کنن اینا. در زم استاک ها بیسترش بران بیل گیت ساپورت میکنه. نهانچه وقتی نگاه میکنیم که هوم دیپو استاک داره میره بالا، سلز خونه متریالش میره بالا، در اینجا قیمت خونه هم متواتر میره بالا. بله. یعنی نمیتونیم بیاد پایین. این هوم دیپوست که داره کنترل میکنه. یعنی مرکز کنترل ریل استیت امریکا هوم دیپوست. این دو پام ساپورتش چینه و جنس از اونجا میاد. و ما خودمون یکی از کارهایی که میکنیم خونه هایی که ریهب میکنیم. دیگه تکنولوژی قبلی نیست که عمل بنا ببره اونجا این خونه ریهب بکنه. رو سیستم کامپیوتر هوم دیپو دقیقا میدونه که اتاق خواب تو چگونه است، آشپزخونه تو چی میشه، چی دیگه میتونه تحویل رسون بده. هوم دیپو این کارا رو همه رو میده. بله. مثلا در عرض 10 روز هم این کارا رو انجام میده با گارانتی و وارنتی هم میذاره اگه اتفاق افتاد درست میشه. الان تمام ریهبایی که واقعا داره توی مملکت انجام میشه و دارن ایجوکیت میکنن ریهب سیستم رو سیستم روز یا هوم دیپو. منظورتون از ریهب چیه؟ یعنی ساختمانی که میخوام درست کنن، تعمیرش کنن، بساز بفروشی بکنن، یعنی آشپزخونهش خرابه، ساختمان خیلی کهنه است، میخوام دو مرتبه بسازن، هوم دیپو این کار واسه شون میکنه. خب کسی که بخواد که قسمتی از خونهش رو مثلا آشپزخونهش رو اوپن بکنه، اون هم میتونه بازم از هوم دیپو استفاده بکنه. اون کانترکتور انجام میده که باز هوم دیپو داره، ولی آشپزخونه رو کامل میتونه هوم دیپو بذاره اونجا با کابینه تو از قبل شما میدین دقیقا چی تو خونتون میاد. اگه یخچالش رنگشه میخوام مثلا سبزه بخوام سرویش بکنی، فقط کافی برین رو آنلاین کلیک بکنی تطور یخچال موزی یخچال می یخچالی مثلا سبز رنگ. پس هوم دیپو هم اومده تو بازار ریل استیت و کمک میکنه در حقا برای انجام تغییرات اساسی توی خونه ها و اینکه خونتون رو ببرید بالاتر، ارزش خونه بره بالاتر، ریمادل بکنید و بذاریدش تو مارکت آماده بشه. بلکه ساده تر راحت تره و با کانتکت های کشید سرکار نداریم میزن خراب میکنن بعد میخواد دیگه نمیاد. آره میان دیوارو خراب میکنن دیگه نمیاد همین مشکل. بابا این اتفاق برامون افتاد، اومدن دیواراشو از خونه رو خراب کردن و گفتن که خب اوکی ما هفته دیگه اینجا رو کانتر میذاریم و آشپزخونه‌تون رو اوپن میکنیم و این درست میکنیم. و آقا رفتن یعنی حتی تلفن ما رو جواب ندادن، پولم گرفته بودن، آشپزخونه نصفه مونده بود، نصف دیوار کنده شده بود، کانتر خراب شده بود، کابینت رو کنده بودن، ولی از اون آقا هیچ خبری نبود. تو همین هفته پیش یکی از دوستان من تلفن کرد که روفم خراب شده، میخواد چیکار کنم، کجا برم؟ رفت بلافاصله چیکار کنم؟ کال هوم دیپو. 10 تا کانترکتور بلافاصله برایش چیز کردن، تکست دادن که ما حاضر می خونت درست کنیم. خوبی اون داره که هوم دیپو با این کانترکتور کار میکنه، اگر کار خراب بکنه هوم دیپو مسئولیت شده و چون اگر کار خراب شد دیگه هوم دیپو ایشون کار نمیده، یعنی سعی میکنن که چه کار درست انجام بدم. ولی اگه ایشون رفته با 3-4 تا دیگه از این روفی ها توی یه لوهش اصلا اومدن نگاه نکردن یا که چیزای قیمت های عجیب قریب داده بودن، با اینکه این هوم دیپو آمده با قیمت بسیار مناسب و عالی و این بابا روفش درست کرد. یعنی این ادوایس کجا باعث شد که مثلا ساختمون خیلی خوب خیلی خوب من فکر می‌کنم بیننده های ما هم خیلی استفاده کردن. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشه، من یه جنبندی برای شما بکنم. خب تو این برنامه با آشنایی با آقای علی خسروی، ایجنت های عزیزمون توی ریال استیت متوجه شدن که میتونن که به کمپانی آقای علی خسروی مراجعه بکنن و بخوان که لیستینگ هاشون رو با ایشون داشته باشن، که هزینه ساین و هزینه فلایر بنر این گونه هزینه های چاپی رو نداشته باشن، چرا که آقای خسروی میتونن که ساپورتش رو بکنن تو قسمت پرینت کردن و بنر ها و کلی امور چاپی.
و مورد دومی که توی برنامه بهش اشاره شد، اگر که شما ملکی دارید، هر گونه ملکی که داشته باشید، میتونید تو وبسایت آقای خسروی شما ثبت نام بکنید، ملکتون رو بذارید برای فیلم لوکیشن. اگر که ایونتی دارید، تولدی هستش، عروسی هستش، مراسم مذهبی دارید، ایشون میتونن مراسم شما رو به بهترین نحو نشون بدن و براتون کلیه کارهای تبلیغاتی رو انجام بدن و فیلم برای برای شما بفرستن و شما و عکاس برای شما بفرستن و برای شما در نهایت یک آلبوم تهیه بکنن. تنها کاری که شما انجام میدید پرداخت دستمزد عکاس و فیلمبردار هستش و نیازی نیستش برای آلبوم هزینه پرداخت بکنید. و در آخر سر هم یاد گرفتیم که اگر که خونه ما احتیاج به تعمیرات داره، اگر که به تو کار بیزنس فلیپ کردن هستید، ریمودل کردن هستید، اگر که با آقای علی خسروی تماس نگرفتید، حتما با هوم دیپو تماس بگیرید. آیا چیزی هستش که من از قلم انداخته باشم؟ تقریبا همه چیزی که واقعا احتیاج دارم مردم گفتیم. و یکی از کارهایی که من میکنم این تکسین و تکسدیده و پراپرتی هایی که میخرم و تکسدید و تکسدید چگونه میشه از این طریق خونه ای که $10 مثلا با یک پنی خرید، اینقدر اختلاف داره این تکسید، اینقدر یه سیستم بسیار خوبیه که دوستانی که میخوان واقعا وارد آکشن بشن، تکسید و تکسیدین باشن، با من تلفن بکنم، من راهنماییشون میکنم و اگر خواسته باشین براشون سرمایه‌گذاری میکنیم که چگونه میتونم بهترین پراپرتی در هر نقطه امریکا براشون تهیه بکنیم و سرمایه‌گذاری بسیار خوب و تقریبا میشه $1 به $10 پروفیت دارم. من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از اینکه دعوت را قبول کردید، تشریف آوردید. امیدوارم که این برنامه مد توجهتون قرار گرفته باشه. هر سوالی که داشتید میتونید با آقای علی خسروی تماس بگیرید. شب روزتون بخیر. قربان شما. مرسی که اومدید.